السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیز من سوال کردن که ما از ویژگی ها و ثواب روزه های سنت رسول کریم صلی الله علیه و سلم خبر نداشتم و پیام بر ما رسید درباره روزه بیض و روزه سنت و ما برای سحری نخستیم یا آمادگی نداشتم. آیا روزه ما درست است؟ حالا ما روزه بگیرم؟ بله، بدون شک روزه شما درست است. روزه های نفلی شما هر وقت که خواسته باشین، الا اینکه شما غذا نخورده باشید، آبی ننوشیده باشید، روزه های نفلیتان را شما می توانید از هر وقت که بخواید نیت بکنید و انشالله که الله سبحانه و تعالی این را مقبول می گرداند. عزیزان گرانقدر، روزه های روز دوشنبه و پنجشنبه از روزه های سنت رسول کریم صلی الله علیه و سلم است که مادام به این روزه رسول الله صلی الله علیه و سلم پافشاری و اصرار داشتند، و همچنان روزه های روز ایام بید که تاریخ 13، 14 و 15 هر ماه اسلامی ما شما هست. پس امروز روز 13 هم هست و همچنان مصادف با روز پنجشنبه از سنت های رسول کریم صلی الله علیه و سلم است. یعنی یک تیر و دو فاخته، یعنی که اگر شما امروز روزه بگیرین به اردو حساب ایره الله سبحانه و تعالی انشاءالله از شما مقبول میگردنه. پس خیلی زیبا هست که شما روزه بگیرین و روزه داشته باشین و هر وقت شما خواسته باشین نیت بکنین. و دلیل ازی حدیث رسول کریم صلی الله علیه و سلم است که روز به خانه تشریف آوردن و به مادر مؤمنان رضی الله عنها اینا گفتن که در خانه چیزی هست بخوریم، گفتن چیزی نداریم. پس اونا نیت کردن، گفتن پس ما امروز روزه هستم. به استدلال حدیث سوال کننده عزیز هم میتوانند که روزه خدا ادامه بتن و انشالله که روزهشان درست است. و همچنان عزیز دیگری در مورد باب ریان سوال کرده بودن که آیا این مختص به ماه رمضان است یا به روزه روزهای دیگر هم هست؟ عزیزان گرانقدر، در بهشت دروازه هایی هست که در قرآن آمده که 8 دروازه ذکر شده. یکی از دروازه ها به نام ریان نام داره و این ویژه روزداران هست. بخاری در مورد ازی حدیث هست در بخاری و همچنان در نهایه ابن کثیر هست که میگه بهشت 8 در ورودی داره. یکی از دروازه ها ریان نام داره و در روز قیامت روزداران از این دروازه وارد بهشت می شوند و بجز از روزداران کسی دیگر حق نداره از این دروازه وارد شود. و امین که امه این روزدارها داخل از این دروازه به بهشت شدن، این دروازه بسته می شه و دیگه کسی اجازه نداره که از این دروازه داخل شود. فلم یدخل غیرهم. سبحان الله، این حدیث حدیث مبارک رسول کریم صلی الله علیه و سلم است که در بخاری ذکر شده و همچنان ابن کثیر در کتاب النهایه خودی را ذکر کرده. و این به این معنا نیست که تنها کسایی که ماه رمضان را روزه میگیرند، هر کسی که بر روزه های سنت و نفلی و مستحب و روزه های فرضی اونها پابندی دارن و اینا میخواین که روزه بگیرن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را احیا بکنند، اینها کسانی هستند که از می دروازه ریان داخل بهشت میشن. مثلا کسی است که او ماه رمضان را هم میگیره و مدامت بر روزه روزهای سنت و ایام بیض هم داره که انشالله در زمره امین کسانی هست که باب ریان برای اینا مختص شده و کسی دیگر اجازه نداره که از این باب داخل شود. پس این مختص کسانی هست که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را احیا میکنه، با او پابند است، دوشنبه و پنجشنبه را روزه میگیره، ایام بیض را روزه میگیره، زبان خود را نگه میداره، قلب خود، گمان خود، فکر خود از تمام گمانهای بد حفظ میکنه و پاس روزه را میداره و امان طوره که دهنش روزه داره، تمام جواره بدنش روزه داره و ای از منکرات و از بدیها و زشتیها و پلشتیها توبه میکنه. الله سبحانه و تعالی ما را از جمله کسانی بسازد که از باب ریان داخل بهشت شویم. اللهم ربنا امین یا رب العالمین.